روند بررسی آرا که طبق اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات و 48 روز انجام میده بود خاتمه یافته است به جز شماری از چکلست ها که روی آن قبر مجدد صورت میگیرد این در حالی است که این کمیسیون تایید میکند که تقلب صورت گرفته است ولی این تقلب از جانب کارمندان انتخابات نه بلکه توسط حکومت مسئولین مختلف دولتی کارمندان های مختلف حامیان دو نامزد و افراد مقتدر رونما شده است ولی هنوز این کمیسیون تاریخ اعلام نتایج را مشخص نساخت برای کسب نظرات دو ستاد در مورد ختم این روند و اینکه ملاقات میان آنها و کدام نتیجه رسیده است با سراغ مهمان این برنامه می رویم آقای امین شارق از ستاد انتخاباتی آقای اشرف احمد احمدزی با ما هستند قابل تذکر است که ما کوشش کردیم تا یک تن از اعضای ستاد انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله را نیز در برنامه داشته باشیم که از جانب پاسخ مثبتی را دریافت نداشتیم آقای شارق با سلام به شما ممنون از که وقت خود در اختیار برنامه گذاشتین ابتدا شما نظرات کمیسیون مستقل انتخابات را مبنی بر ختم بررسی آرا و تایید تقلب در این انتخابات چطور بررسی میکنیم؟ سلام با شما و همه بیننده ها ببینید انتخابات افغانستان واقعا در جهان وقت طولانی به با خود گرفتن و دو دوره انتخابات که صورت گرفت به خصوص انتخابات 24 جوزا مردم افغانستان توانستان مثل مردم دیگه دنیا رای خود استعمال کردن و زعیم آینده خود به اصلاح انتخاب کردن متاسفانه با گذاشتن دو روز از روز انتخابات شمارشی که در محلات صورت گرفته بودن و بالاخره نتیجه به با هر دو تا حد معلوم می شد استاد اصلاح عامگرایی پروسه را ترک گفتن از پروسه بیرون شدن و همه بیننده ها و میدانان کې چې به وقوفه وستان او بلاخره تا پای ملل مت متحد واه او حتی ايلات متيده امریکا به انتخاباته افغانستان کا شنيده شد او اخرين تصميمي کې گرفته شد تمام آرایی که مردم افغانستان در محلات مختلف با با صندوق خار اختا بودن به تفتیش صورت بگیره توافق به این صورت گرفت به جامعه ملل متحد با حضور رئیس وزیر خارجه ایالات متحد امریکا و هر دو استاد محترم ای و بالاخره این پروسه هم ما شما دیدیم بله. که تقریبا 48 روز قبل از امروز پروسه آغاز شد پروسه به پیش رفت تا 75 فیصد آرایی که تفتیش صورت گرفت هر دو محترم یا ناظرین محترمشان اونجا حضور داشتن بله. همه روز از راه های خود به اصلاح دفاع میکردن و رای ناپاک از پاک جدا میکردن ما شما دیدیم وقتی که 75 فیصد نتیجه باز تا حد معلوم شد چون کمیسیون انتخابات نتیجه را اعلان نمیکردن اما با بله. هر دو ستاد روزانه معلوم میشد که رای کی با کدام اندازه کدام منطقه چقدر با بتلان رفت بله. و چقدر رای پاک شما رو یک موضوع جالب تاکید کردین که نتیجه اعلام نمیشد کمیسیون امروز باز هم تاریخی را برای اعلام نتایج ارائه نکرد فکر میکنید چرا کمیسیون در قبال اعلام نتایج نوع متردد است آیا نگرانی از واکنش ستات هاست یا ای که پروسه هنوز به شکل کامل و نهایی خاتمه پیدا نکرده ما فکر میکنیم کمیسیون انتخابات با اساس قانون قبلا یک بار نتیجه را به مردم افغانستان اعلان کردن که نتیجه ابتدایی بودن و نتیجه بلد. نهایی که کمیسیون شکایت انتخاباتی با اساس قانون باید کار خود پیش می برد متاسفانه که نشد اما بعد از تفتیش شما دیدین که امروز به کنفرانس مطبوعاتی که دادن بسیار به صراحت گفتن که در 16000 محل به اصطلاح فیصله صورت گرفته و نتایجشان معلومه از وبسایت معلومه معلوم, معلوم, معلوم دارد و در حدود 7000 چند مرحله که باقی ماندن او را هم 21 هزار شده سیستم داخل کردن که اونجا چندین مرحله به اصلاح با پایان میفته و در دو جلسه مختلف که امیدوار هستم به زودترین فرصت قسمی که وعده کردن در روزهای معدود نه در هفته ها در همین هفته باید فیصله نهایی خود به اعلان بکنن بلد. و بعد از فیصله که با کمیسیون شکایت انتخاباتی میرن و کمیسیون شکایت انتخاباتی هر دو ستاد میتونن که اگر به با فیصله کمیسیون انتخابات اعتراض داشته باشن شکایت خود و در 48 ساعت بعد کمیسیون بله شکایت صلاحیت دارن خب که با شکایت ها بررسی صورت بگیره قسمی که سر شانزده هزار محل قبلا بله کمیسیون شکایت انتخاباتی هم پروگرام خود به اصلاح با با بله, بله, بله بله خب, بله خب که شما گفتین هنوز همه پروسه جریان داره شکایات باید داده شود روی شکایات باید غور صورت بگیره نظریات مردم شنیدین مردم به سوتو آمدن مردم خسته شدن نظریه جالبه را ما امروز داشتیم که میگفت ما در ابتدا اولویت های کاری برای رئیس جمهور داشتیم ولی حال فقط میخوایم که یک فرد بیایه و این کرسی را پر کنه تا ما از این وضعیت بی ثبات در افغانستان اقتصاد خراب که منجر به بیکاری مردم شده گرانی مواد غذایی و غیره نجات پیدا کنیم ملاقات های بین ستاد شما و ستاد آقای عبدالله عبدالله با رسیده ها یا شما آماده هستین که با یکدیگر موافقه کنین تا هر چه زودتر ایتنشو بنبست خاتمه پیدا کنه یک جمله که به مردم افغانستان بسیار زیاد خوب میدانند یک دفعه بشه به سراحت برشان بگویم که تیم تحول و تداوم هم وارد تلاش ازی بودند که این پروسه زودتر خاتمه پیدا کنند و به صلاح هیچ نو سکتگی وجود نه بیاین حتی کمیسون انتخابات گفته بود که ما در سه هفته میتانیم پروسه را خاتمه پیدا کنیم متاسفانه که, که ملل متحد کارمده خود در وقت و زمان خود نفرستاندن و بالاخره تیمی جانب مقابل شما دیدین که همکاری خوبتر به اصطلاح نکردن گاه گاهی از پروسه به بیرون میشدن با آن هم مع دې متا هولا تداوم از حمو مشکلات مردمو افغانستان آگا هستند ميدانند چې د سفره شون نان وجود نه درن او حالت یأس او نامیدی په اصله بسر میبرن و زو تر میخواهند چې ازي حالت یأس او نامیدی نامیدی مردمو افغانستان برن گپایی که بین هر دو سیتا در سطح سیاسی به اسلام مطرح شدن و مطرح میشن در حالت نهایی شدن هستند شما دیدین که 5 6 روز قبل تیم اصلاحات و همگرای یک دفعه باز تهدید کردند که اگر خواسته های ما در, ما در هم در بود تکنیکی و هم در بود سیاسی قبول نشون ما از پروسه بیرون میشیم 24 ساعت هم گذشت در پروسه تکنیکی خوب به هیچ صورت یک خطفه هم نمیتونه که چیزی دیگه نو آدم وارد بکنن به خاطری که همه چیزا تحت مدیریت کمیسی انتخابات نه بلکې توسعت مديريت ملل متحد په تمام پروسه انجام یافته او بل اخره نتیجه نهایی میشه و نتیجه اعلان میشه و در اعلامی کې بین هر دو ستاد محترم به حضوردار چ ریجنرال او وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به با با توافق رسیده بودن گفته شده بوده کې ما باید نتیجه بعد از تفتیش بد بپذیریم اند هیڅ سوال وجود نداره بالا. اما ارتباطات خب آقای... بین هر دو تیم تا به امروز بله. یا به تعمیل لحظه ادامه داره و, و امدواری هستن که به آخرین نتیجه و نهایی نتیجه و هم آن هم شما نتیجه شاره... مردم افغانستان داشته باشن بله دوستن. تشکر از شما ممنون از شما آقای شارق از ستاد انتخاباتی آقای اشرفغنی احمد زید که آزر شدن در برنامه شرکت کرده و موضوع ستاد را در قبال دستاورد کمیسیون مستقل در ختم پروسه بررسی آرا برای بیننده ارائه کنیم قابل تذکر است که ما خواهان حضور عضو از ستاد انتخاباتی اقابتی آقای عبدالله عبدالله هم در این بخش از برنامه بودیم که فردی حاضر نشد و دعوت ما را به برنامه نپذیرفت تا همزمان با ستاد مخ... مقابل البته موزه ستاد خود را در قبال این موضوعات ارائه داره موفق مایت باشین تشکر از شما آقای شرم